صدى بها حق صواب. كلمة من عالم الغيب ربك يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز شبکه کلمه، خدمت شما هموطنان گرامی و خدمت شما تمام فارس زبانان در سرتاسر دنیا. همینجوری که قبلا خدمتتون عرض کردیم، کشور همسایه عزیزمون افغانستان و تاجیکستان، خدا رو شاکریم که دوباره تونستیم در خدمتتون باشیم در برنامه دیگه از برنامه‌های بازنگری اندیشه. اگر بیاد داشته باشید ما مطالبی رو به صورت سلسله‌ای و زنجیروار شروع کردیم در این مباحث، که ابتدا شروع شد در مورد توحید الله رب العالمین، توحید ربوبیت، توحید الوهیت و بعد عواملی که سبب میشه انسان رو به شرک برسونه و عبارتی انسان رو از توحید دور کنه. اونها رو مطرح کردیم قسمت‌هایش رو. البته که دو مورد مون که انشالله باشه در پایان این جلساتتون، زیاد ضروری نیست بحث اون قسمت‌ها. امروز ما می‌خوایم بحث جدیدی رو شروع کنیم در مورد اینی که چه عواملی معمولاً سد راه دعوت میشه. نگاه کنید، مشرکان غالباً برای اینکه بتونن جلوی دعوت توحید رو بگیرن، برای اینکه بتونن جلوی مسیر حرکت الهی رو بگیرن، جلوی مسیر اسلام رو بگیرن، یک سری شبهه ها مطرح میکنن. این از تخصص های این هاست. خوب به حرف من گوش کنید، من چی میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی که گوش انسان بازه، قلب انسان شنواست، بینایی انسان خوب هست، درک انسان کامل هست، مطلبی رو که بهش بگن بالا پایین میکنه، سود و زیان خودش رو در مورد اون میسنجه و یا خواست میپذیره یا نخواست نمیپذیره. اما وقتی که انسان دچار بیماری هست و عناد داره و لجاجت داره، غالبا اگه شما خیرش رو هم براش بخواید این نمیخواد بفهمه. نه گوشش میشنوه، نه چشمش میبینه، نه قلبش درک میکنه، نه شعورش احساس میکنه و عملا سعی میکنه در برابر تمام اون چیزایی که شما میگید یک مانع ایجاد کنه. این طبیعت بشری هست. انبیا علیهم السلام هم به عنوان اولین کسانی که در مسیر این دعوت قرار گرفتن، به عنوان اولین کسانی که دعوتگران الهی بودن، طبیعتاً با تک تک این مشکلات مواجه شدن. ما نگاهی به آیات قرآن بکنیم در مسیر دعوت انبیا علیهم السلام، متوجه این نکته میشیم. به ویژه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان خاتم پیامبران، به عنوان کسی که دیگه بعد از ایشون قرار نیست پیامبری بیاد، تمامی این مشکلات دعوت رو ایشون لمس کرده، چشیده و آیات الهی در برابر اون مشکلات اومده و اینها رو سعی کرده آیات الهی توضیح بده، تبیین کنه، بیان کنه، تا بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابشون متوجه بشن چگونه در برابر این مسائل قرار بگیرن. پس طبیعتاً این رو بعد ما آمادگی داشته باشیم که مخالفین حقیقت، مخالفین راستی، مخالفین توحید، مخالفین سعادت و خوشبختی شبه ایجاد کنن، سوال ایجاد کنن، جلوی راهتون سنگ بندازن، راه‌های متعددی رو طی می‌کنن. نگاه کنید، این طبیعت اصلا در ذات خود شیطان هست. شیطان رانده شده از بارگاه رحمت الهی اونجا قسم خورد که من تمام مسیرهایی رو که انسان درش قرار می‌گیره، تمام جهت‌هایی رو که انسان هست در اون قرار گرفته، من از همه اینها استفاده می‌کنم برای اینکه بتونم انسان رو بلغزونم و نشون بدم انسان لیاقت این رو نداره اون مقامی که الله رب العالمین بهش داده داشته باشه. خب پس باید ما منتظر هر گونه برخورد و هر گونه شبه اندازی و هر مشکلی در این مسیر باشیم. اگر انسان خودشو آماده نکنه در این جریان، طبیعتاً ضربات مهلکی خواهد خورد. چند مورد رو محققین مطرح کردن در مورد شبهاتی که معمولاً در برابر توحید الوهیت قرار داده میشه. یه سری شبهاتی که پیش میاد.
توحید الوهیت خدمتتون ذکر کردیم، گفتیم عرب جاهلی اعتقاد به این داشت که آسمان و زمین کی خلق کرده، میگفت الله، روزی کی میده، میگفت الله، کشتیاری که رو جریان قرار میده، رو آب جریان میده، میگفتن الله، کی باران از آسمان میفرسته، میگفتن الله. در صفت ربوبیت الله رو قبول داشتن غالبا، حالا داری مواردی که خب سر لجاجت پیش میاد براشون، اما حاضر نبودن قانون الهی رو در بحث توحید الوهیت بپذیرن. نذر و نیاز میرفتن پیش غیر الله میکردن، دعا پیش غیر الله میکردن، شفاعت از غیر الله میخواستن و زیارت میکردن. برای غیر الله ها سمبول هایی درست کرده بودن، چه از قبرهاشون باشه، چه مجسمه هاشون، چه عکس هاشون. میگفتن ما گناهکاریم، ما که به قول معروف آبرو نداریم پیش خدا، اینا پیش خدا آبرو دارن، اینا نزد خدا بالاخره عبادت کردن، خدا مثل پادشاهان نیاز به واسطه داره، و عناوین متفاوت الله رو فراموش میکردن و اینها رو واسطه خودشون الله قرار میدادن. خب طبیعی هست که در برابر مسیر این دعوه، در برابر مسیر این جریانی که الله رب العالمین قرار داده برای سعادت بشریت، اونهایی که میخوان مقابله بکنن یک سری شبه ها ایجاد بکنن، یک سری حرفا بزنن، یک سری موانع ایجاد بکنن که ذهن دیگران رو دور بکنن از حقیقت دعوت. البته آیات خیلی زیاد نشون میده، میگم اگه انسان به قرآن مراجعه بکنه اینها رو بخواد دستبندی کنه خیلی زیاد هست. ما هم سعی کردیم فقط ترجمه بکنیم اون چیزی که این نویسنده محترم ما چیکار کرده اون رو آورده. اولین موردی که اینها قرار میدن در برابر اینی که دین رو بخوان زیر سوال ببرن، در برابر این که توحید الوهیت رو بخوان زیر سوال ببرن اینه. نگاه کنید، میگن آقا ما دارای آب و اجدادی هستیم، دارای پدرانی هستیم، دارای نیاکانی هستیم، دارای یک تمدن دیرینه هستیم، دارای یک فرهنگ هستیم. خوب دقت بکنید، ما به گذشتگان خودمون نگاه میکنیم، گذشتگان ما چه کردن، چگونه عمل کردن، به کجا رفتن و سرانجامشون چی شد، ما هم همون کار خواهیم کرد. اصلا این چیزی که شما مطرح میکنید در اقوام گذشته نبوده، در مورد بین پدران ما نبوده، شما یه چیز جدیدی آوردید. این یکی از شبه هاییه که خیلی قوی هم هست. نگاه کنید، خیلی طبیعیه که اینها بخوان این گمراهیشون رو تقویت بکنن و مسیر دعوت رو بگیرن. دقت کنید به آیه قرآن، آیه 42 از سوره انفال. خداوند بیان میکنه طبیعت دین وضوح و آشکاری و روشنی هست. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اولا اینجا دو گزینه در اینجا وجود داره. نگاه کنید، یکی قرآن هلاکت رو آورده، یعنی نابودی و از بین رفتن، و دیگه حیات و زندگی رو آورده. الله رب العالمین پیامبر خودش رو معرفی میکنه به عنوان کسی که حیات رو به کالبد بشری میفرسته. بشری که ایمان نداره، زندگی نداره، حیات نداره، اون یک بشر مرده هست در واقع. وقتی که ایمان در وجود انسان شکل میگیره و اعتقادات انسان رو نظم میده، انسان زنده میشه، تازه این پیکرش، این جسمش حیات پیدا میکنه، با روحش هماهنگ میشه، تازه زمانی هست که انسان زنده شده. وقتی ایمان نیست، هلاکت، نابودیه، دیگه زندگی وجود نداره. این آیه هم عملا اشاره به همین داره، آیه 42 سوره انفال. لیهلک من هلک عن بینه، اولا بحث هلاکت و حیات رو ذکر میکنیم. خداوند میگه باید نابود بشن کسانی که قرار نابود بشن. بر اساس چی؟ بر اساس بینه، یعنی باید بینات روشن باشه. بینه چیه؟ میخواد بگه مفاهیم دینی مفاهیم روشنی هست. اگر قرار کسی این دین رو نپذیره، اولا باید این دین فهمیده بشه. بعد میگه چی؟ و یحیی من حی عن بینه، و کسی هم که قرار زنده بشه، کسی هم که قرار حیات در این کالبدش دمیده بشه، کسی که قرار روح و جانش زندگی پیدا بکنن، خب این هم باید بر اساس بینه و دلایل روشن باشه. خب اینجا گفتیم دو مطلب هست، یک اینی که ایمان به انسان زندگی میده، ایمان به انسان حیات میده، ایمان به انسان جان میده، و انسان در پرتو ایمان انسان هست. خوب نکته رو داشته باشید، اگر ایمان حذف کنیم خیلی خطرناک میشه، هلاکت و نابودیه.
مطلب بعدی که در این آیه مهمه که اینجا بهش اشاره شده، بحث اینی که دین روشنه. اگر بعضی از افراد رو میبینین که به عنوان دیندار دارن تبلیغ دینی میکنن، شما ساعتها پای درسشون، پای منابرشون بنشینید، بعد آخر میبینید هیچی نفهمیدید، یا فلاسفه یا به قول معروف دانشمندان یا بسیاری از وعاظ، به سبب اینی که مسیر دین رو درست نرفتن. قرآن میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکنه به اون چی که پایدارتره، استوارتره، ثابتتره، نزدیکتره به مسیر حقیقت. هر جا شما قرآن رو باز بکنید مفاهیم روشن و واضحه. خداوند رب العالمین کلام خودش رو به گونه ای فرستاده تا هر کسی که اندکی عربی بلد باشه مفاهیم کلی قرآن رو بگیره، اون هدف اصلی کلام الله رو بگیره. حالا بحث جزئیات و مباحث فقهی اینا جداست، احکام، ولی مباحث کلی و توحید براش روشن باشه. وقتی که به سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مراجعه میکنید، به احادیث مراجعه میکنید، احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم، باز هم شما این وضوح و این روشنی رو در بیان پیامبر میبینید. میبینید یک شخصی که حتی تحصیلات هم نداره کاملا اینا رو میفهمه. یه دوستی حرف خوبی میزد، میگه آقا بعضیا دوست دارن بالاتر از دیپلم، بالاتر از لیسانس صحبت بکنن، نشون بدن بله ما بار علمی داریم. اما این بعضی ها شامل دین نمیشه. دین خدا باید به گونه ای واضح و روشن باشه که یک فرد عامی، یک فرد بی سواد و یک فرد تحصیل کرده هر دو بتونن این مفاهیم رو بفهمن. قرآن هم اشاره به همین داره. باید بینات و اون چه که در دین وضوحات هست روشن بشه. پس اولین موردی که گفتیم اینها شبهه ایجاد میکنن مشرکین، اینه که میخوان بگن آقا ما به راه آبا اجدادمون رفتیم. نکنید این مطالب در گذشته هم بوده، الان هم هست، آینده هم هست. مشرکین در امتهای گذشته از این استفاده کردن، در مورد انبیاء سابقه همین به کار رفته، در زمان پیامبر ما هم صلی الله علیه و سلم همین حرفا رو زدن، الان هم دارن همین حرفا رو خیلی ها میزنن. بدونید که بعدها هم این گفته خواهد شد، چون یک فطرتیه که وجود داشته. بله، اینا وقتی که در برابر حقیقت قرار میگیرن، در برابر توحید قرار میگیرن، میگن آقا آبا اجداد ما که اینجوری نبودن، آبا اجداد ما اینجوری عمل نکردن، یا یه حرف دیگه گاهی میزنن. خب تکلیف اونا چی میشه؟ اونا که آدمای خوبی بودن. حالا هر کدوم در جای خودش وجود داره. نگاه کنید خداوند یک اشاره خیلی خوبی میکنه. من قبل از اینکه بخوام آیه قرآن رو بخونم، حالا تا موقع شما میتونید قرآناتونو باز بکنید، سوره زخرف آیه 22 23 24 رو میخوام با هم یه ترجمه بکنیم. قبل از اینکه ترجمه این آیات رو برسیم، مطلبی رو خدمتتون عرض میکنم. شاید این مطلب یک کمی معماگونه باشه، ولی امیدوارم مطلب منو بگیرید. حکایت میکنن، حالا من نمیدونم این حکایت واقعیه، حکایت تمثیلیه، احتمال داره تمثیل باشه حکایت، فرصت نکردم بررسی بکنم. من بیشتر ترجیح میدم که یه مثالی باشه، بالاخره ضرب المثلی باشه. یه روستایی هست در یکی از مناطق دنیا، اهالی این روستا دچار یک مصیبتی شدن، دچار یک مشکلی شدن، به قول معروف بدبیاری آوردن و هر موقع اینها دچار یک آسیبی می شدن، یه مصیبتی به سرشون می اومد، یه بلایی می اومد. حالا اون شخص نقل کرده این روستا مثلا در یکی از مناطق افریقا هست و ذکرم کرده که جالبه که اونجا تلفن هم داره. حالا بمارد تو این روستا یه جادوگر وجود داشت که این مردم در مشکلاتشون به اون جادوگر مراجعه میکردن. جادوگر یه روز از اهل این روستا ناراحت شد، عصبانی شد، گفت من شما رو نفرین میکنم که وضعیتتون از این چی که هست بدتر بشه. خب این جادوگر بالاخره پدرش هم جادوگر بوده، اجدادش هم جادوگر بوده، با فرهنگ این مردم، با آداب رسوم، با زبانشون خوب آشنا بود. آتشی درست کرد، یک سری وردهایی رو تو این آتش خوند و یه چیزهایی رو هم سوزوند. وقتی خاکستر شد، خاکستر این آتش رو برداشت، پاشون روی خاک روستا، قسمتهایی که همه مردم هم توجه بکنن، و گذاشت این روستا رو ترک کرد رفت و گفت من روستای شما رو نفرین کردم، به یک نفرین ابدی. مردم هم بیچاره ها ترسیدن، خرافات وقتی وجود داره همینجوریه، جیک نمی زدن.
حالا اسم خرافات اومد، یه داستان دیگر تو این داستان میارم برای اینکه متوجه بشید. حدود 30 سال قبل تو یک روستای ما بودیم. تو اون روستا خیلی محروم و فقیر و دور افتاده بود. خیلی ها میدونن حالا اون روستا در یکی از مناطق دشتیاری چابهار قرار داره. باش جاده او در اون زمان 5 ساعت پیاده راه داشت، ماشین به راحتی نمیتونست بیاد و مردم از نظر فرهنگ و سواد بسیار پایین بودن، خرافات هم رواج داشت. افرادی می اومدن از پاکستان با موهای بلند، ریشهای اصلاح نشده و بلند ناجور و کثیف، سیبیل های از بناگوش به در رفته، لباس های بسیار کثیف و ژنده، و بوی تعفن این افراد واقعا از فاصله 400-500 متری اگر نسیم نبود به تو میرسید، و اگر نسیم بادی میخواست بیاد ببزه که از 1-2 کیلومتر هم واقعا بوی تعفن اینها رو حس میکردی، یک بوی مردار. ظاهرا اینا تکه های گوشتی در جیب هاشون قرار میدادن یا روده های یا چیزهایی که این بوی تعفن از اینها پدید میومد. خب این اشخاص وقتی می اومدن به نزدیک های این روستا می رسیدن، مردم از ترس یک سری هدایا یا پول مواد خوراکی جلو می داشتن که اینها بردارن برن یه وقت نزدیک روستا نشن. می گفتن اینها بدشگونی می آرن، بدفالی می آرن، اینها جادوگرن، اینها دل انسان از سینه می کشن بیرون را می خورن. و اینها با این هیئت و با این وضعیت باج سیبیل می گرفتن. خدا می دونه چه بسا اینها جاسوس های بین المللی بودن، چون می گفتن اینها به چند زبان هم وارد هستن، ولی به این طریق می تونستن در سر تا سر دنیا حرکت کنن. بحث خرافات و عدم فرهنگ تو مردمه. حالا تو این روستا بیچاره مردم همینجوری ترسیدن، این جادوگران خاکسترا رو پاشید و رفت. خب امروز گذشت، فردا که شد گفتن آقا 2 نفر تو روستا گم شدن. وحشت سراپای مردم رو گرفت، گفتن دیدی نفرین این جادوگر ما رو گرفت. با ترس و وحشت تو خونه هاشون نشستن. روز بعد شد گفتن 2 تا مرد دیگه با یه زن دیگه گم شده. دیگه این بار وحشت دیگه تمام این روستا رو گرفته بود. اینا موندن چیکار بکنن چیکار نکنن، با هم نشستن مشورت و این ور اون ور. گفتن آقا یک شخص حکیم و دانایی هست در یه روستای پایین تر، با این تماس بگیریم این بیاد، شاید این بتونه مشکل ما رو حل کنه. ما که نه سوادی داریم نه دانشی نه هیچی، جادوگر ما بود، جادوگر هم که رفت ما رو نفرین کرده و الان یه قرار باشه همه اون میمیریم، نابود میشیم، گم میشن، اصلا معلوم نیست سرنوشت اونا چی شد. بالاخره این شخص رو دعوت کردن، این شخص اومد در اون روستا. خب این شخص دعوت کرد، خب بیم با هم صحبت کنیم. یه نفر از اهالی روستا اومد بود، داشت برای این توضیح میداد چه اتفاقی افتاده، که در همین موقع نفر دوم اومد. نفر دوم اومد تا چشمش افتاد که یکی از اهالی اینجاست، در ترس و لرز دست و پاشو گرفت، چون اینا ترسونده بودن، جادوگر اینا رو ترسونده بود. این رفت که بالاخره وسایلی بیاره برای پذیرایی این 2 نفر، اومد دید این 2 نفر غیب شدن، این ور اون ور نیستن. آقا این حکیم تعجب کرد، گفت این ماجرا خیلی عجیبه. تماس کرده با اهالی روستا، گفتن بله ما نفرین شده هستیم، تو بر راه حل پیدا کنی. بعد 2 نفر دیگه هم غیب شدن، گم شدن. گفت آره. گفت باشه. گشت تو روستا، بالاخره کتاب‌هایی رو پیدا کرد، این کتاب‌ها رو بررسی کرد، مطالعه کرد، رفت بیرون، بالاخره یه سری کتاب‌هایی در سحر و جادو و این ور اون ور خون، فهمید که مشکلی که در این روستا پیش اومده چیه. مطلب داشته باشید. این دیگه نمیتونست اهالی روستا رو بگه همه با هم جمع بشید، چون میدونستن میان جمع میشن گم میشن، از بین میرن. تماس گرفت با یکی یکی از این خونه‌ها، گفت نگاه کنید بیماری که در این روستا هست بیماری تقلیده. شماها از همدیگه، از آب و اجدادتون پیروی میکنید، در ذهن شما این شکل گرفته که اگر 2 نفر کنار هم باشن، یکی غیب بشه، 2 تا غیب میشن، 3 تا غیب میشن، یه اتفاقی میفته. و تا زمانی که این تقلید آب و اجدادی در فکر شما هست، این پیروی از آب و اجدادتون بدون فکر و اندیشه هست، این اتفاق تو روستای شما میفته و این یک سحر، یک جادویی هست. و اگر شما اینو پذیرفتید که نه آقا این یک خیالی بوده، یک خرافاتی بوده که از آبا اجداد ما رسیده، هیچ اتفاقی براتون نمیفته. زنگ زد به همشون هم گفت. مردم روستا 2 دسته شدن. یه دسته گفتن آقا ما این حرف قبول نمی کنیم، تقلید چی چیه، پدران ما هم همینجوری بودن، آبا اجداد ما هم همینجوری بودن.
یه دسته گفتن نه، ما حرف این حکیم رو میپذیریم، نمیشه که ما همیشه با خطر زندگی کنیم. حتما درست میگه، حکیم رفته بررسی کرده و انشالله حرفش درسته. نکته جالب اینجاست، اون گروهی که به همون روش آبا اجدادشون رفتن، کم کم همه اینها از بین رفتن و گم شدن، هیچ چی دیگه از اینها باقی نموند. و اون گروهی که حرف حکیم رو گوش کردن، این گروه باقی موندن و زنده موندن. این یک تمثیل بود در مورد تقلید کورکورانه. حالا گفتم آیات 22, 23 و 24 از سوره زخرف، آیات رو با هم داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خداوند ببینید چی میگه. میگه بل قالو، وقتی که در مورد اینها برنامه دعوتی میاد، بل قالو وقتی کتاب میومد، آیه قرآن جو میگه ام آتیناهم کتابا من قبله، آیه کتاب میومد قبل اینها، فهم بهی مستمسکون، آیه به اون چنگ زدن، اینها چی میگن؟ دنبالش اینه، بل قالو سخنشونه، بلکه اینجوری گفتن انا وجدنا آباءنا على امه. خوب نکته داشته باشید، خیلی واضحه. امت اینجا به معنای دین، ملت، آیین، یک فرهنگ، یک قانون، یک مثلا برنامه دینی. اینها گفتن بلکه ما پدران خودمونو، خوب آیه رو داشته باشید، بل قالو، بلکه در جواب اینجوری گفتن، گفتن انا وجدنا آباءنا على امه، ما پدرانمون رو بر یک روش و یک آیین پیدا کردیم، ما اونها رو اینجوری دیدیم. اونها یعنی اینجوری نبوده که گمراه باشند، قانون داشتن، برنامه داشتن، آیین داشتن و به اعتقاد ما اونها آدمای خیلی خوبی بودن، به اعتقاد ما اونها ره یافته بودن و نجات یافته بودن. و انا على آثارهم مهتدون، ما بر همون روش پدران خودمون حرکت میکنیم و هدایت میشیم. اگه ما بخوایم راه آبا اجدادمون رو نریم، راه نیاکانون نریم، گمراه میشیم. نگاه کنید آیات قرآن خیلی واضحه، روشنه. دیگه از این وضوح بیشتر، یعنی ما هر چی بخوایم توضیح بدیم نمیتونیم به این وضوحی که خود خداوند بیان کرده بگیم. و پروردگار دنباله آیه میگه و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مترفوها. ای محمد صلی الله علیه و سلم، خوب گوش کن، قبل از این نبوده که ما در هیچ روستایی یک بیم دهنده‌ای بفرستیم، یکی بفرستیم بگی اینا رو هدایت کن، آقا دست از این کاراتون بردارید، دست از این شرکتون بردارید، دست از این رفتارتون بردارید. وقتی که اون شخص اومده، جز این نبوده که مترفوها. مترفو کیان؟ مترف اونهایی رو میگن که خدا بهشون نعمت فراوون داده و اینها گروه ثروتمند، قدرتمند، شناخته شده توی یک جامعه هستن که اینها در به خاطر این ثروتی که به دست آوردن طغیان کردن در دنیا. دنیا اینها رو فریب داده، دنیا اینها رو مغرور کرده، ثروت اونها اونها رو فریب داده. میدونید این ثروت که به دست آوردن، فکر میکنن که این ثروت چیزیه براشون. دنیایی که به دست آوردن اینها رو فریب داده، فکر میکنن که اینا عددی هستن. و به خاطر همین ثروت و موقعیت و شهرت و قدرتی که تو جامعه پیدا کردن، به خاطر همین نعمتی که به اینها رسیده، اینها در برابر حق گردن کشی میکنن، سرکشی میکنن. و غالبا هم همین گروه ها هستن که در جامعه نقش تأثیر گذار دارن و دیگران رو دنبال خودشون میکشن، بیچاره ها رو. چون مردم که نگاه میکنن، خب این ثروتمندای ما هن، این بزرگای ما هن، این گردن کلفتای ما هن، اینجوریه. میگه خداوند میگه ما تو هیچ قریه، هیچ روستایی، جایی کسی نبود کسی رو بفرستیم و مردم رو بخواد به سوی توحید دعوت بکنه، به سوی حقیقت، مگر اینکه همین گروه ثروتمند مرفه فرو رفته در دنیا و غرور می اومدن چی میگفتن؟ قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه. آقایون شما چرا دارین حرفا رو میزنید؟ از کجا اومدید شما دارید این حرفا رو میزنید؟ ما پدرانمون رو بر یک آب و روش، اجدادمون یک روشی داشتن، آیینی داشتن، ما هم بر همون روش هستیم. و انا علی آثارهم مقتدون. خوب آیات نگاه کنید، خیلی واضحه. اینجا الان دو بار داره در این آیات تکرار میشه، آیه قبلی و الان. و ما بر آثار اونها، بر میراث فرهنگی اونها، بر اون چه که از اونها باقی مونده برای ما اقتدا میکنیم. خیلی آیات واضح و روشنه. پروردگار ببینید بعدش چی میگه. قال اولو جئتكم به اهدا مما وجدتم علیه آبائكم. اونجا میگه که آیا غیر از اینه که من برای شما آوردم
یه چیزی رو که هدایت یافته تر، بهتر و سعادتمندانه تر هست از اونچه که پدران شما داشتن. یعنی پدران شما در گمراهی ها بودن، در اشتباه بودن، و این چیزی که من آوردم راه حقیقت هست. خداوند این زبان انبیا علیه السلام هست. اینها اینجوری جواب میدادن در برابر این مترفین، قالو انا بما ارسلتم بهی کافرون. اینها چی میگفتن؟ آقا به اون چی که تو برای ما فرستادی ما کافر هستیم، ما نمیپذیریم. کفر معنیش همینه دیگه، عدم پذیرش برنامه خدا. اینا میگفتن تو به اون چی که واسه طرف شما میگید آوردی ما قبول نداریم، ما راه آب اجدادمون رو میریم. اینجا دیگه خیلی واضحه، این آیات در سوره زخرف کاملا نشون میده که اولا نقش ثروتمندان مغرور و طغیان زده در گناه. نگاه کنید، خداوند بعضی نعمتهایی رو که به انسان میده خیلی خطرناکتر هست تا اون چیزهایی رو که انسان نداره. میگن آدم باید شکر کنه به خاطر اون چی که داره و به خاطر اون چی که نداره. ضرب المثل معروف عربیه، میگن اگه به مورچه خدا بال میداد پر میزد گنجشک میخوردش، راحت در معرض دید پرندگان بود. بسیاری از نعمتهایی رو که الله رب العالمین به ما نداده اگر شاید در اختیار ما قرار بگیره ما طغیان کنیم. خود وجود ثروت از خطرناکترین نعمت هاست. امیدوارم ما یه روزی بتونیم داستان یوسف علیه السلام رو با هم بخونیم بر اساس آیات قرآن، نه بر اساس اون فیلمی که تو جمهوری اسلامی ساختند و حیثیت پیامبر یوسف علیه السلام رو زیر سوال بردن، حیثیت انبیاء علیهم السلام زیر سوال بردن، فرهنگ دین رو زیر سوال بردن، فرهنگ قرآن رو زیر سوال بردن، برای اینکه به آرزوهای خیالی خودشون برسن. انشالله اگر خدا یه روزی این توفیق داد و ما رو لایق دونست که بتونیم با هم سوره یوسف رو ترجمه کنیم، متوجه این نکته ها میشید. در پایان داستان یوسف علیه السلام که خداوند پدر مادرش رو به نزدش آورده، برادراش متوجه شدن، متنبه شدن، قدرت و عزت و شوکت به یوسف علیه السلام داده و داستان به خوبی و خوشی تموم میشه، اینجا یوسف علیه السلام دعایی میکنه، فاطر از سماوات و الارض، ای خالق آسمان و زمین، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. اینجا آرزوی مردن مسلمان بر مسلمانی مردن میکنه، آرزو میکنه بر آیین اسلام بمیره، آرزو میکنه که ملحق بشه به صالحان و انبیای نیکوکار قبلی ها. چرا؟ آزمایش دنیا، اهل تفسیر میگن آزمایش نعمتهای دنیا، نعمت داشتن سختتر از آزمایش نداشتن. تو وقتی که نداری دیگه فوقش ناشکری میکنی دیگه، خیلی کمتر دوچار گناه هستی، تا وقتی که داری از این نعمت استفاده نمی کنی. این اصطلاح مطرف رو داشته باشید، این اصطلاح خطرناکیه. حالا بگذاریم، بحث ما مطرف نبود، فقط به عنوان اشاره بود که بالاخره اولین گام در برخورد با مفاهیم دینی اینه که میگن آقا ما برگردیم به راه با اجدادمون. این حرفی که شما میگید به گوش ما فرون نمیره. ممکنه خسته شده باشید، با هم یه میان برنامه میبینیم، بعد از دیدن این میان برنامه انشالله دنباله این درس رو با هم ترجمه میکنیم. عاش الناس قبل الدعوة المحمدية في جهالة وضلالة، عندما توجهوا بالعبودية لغير الله، فعبدوا النار والحجر والبقر والشجر والشمس والقمر، جعلوا هذه المخلوقات في مقام السيد العظيم، ووضعوا أنفسهم في مقام العبد الذليل. الله أكبر في الأكوان والقدر، سبحان من أظهر التوحيد للبشر. الله أكبر في الأكوان والقدر، سبحان من أظهر التوحيد للبشر. وحين من حرفوا عن شرعه غرقوا الجور والأغلال والبطر. ما للعقول انثنت عن خالق البشر،
وسخرت صور تأليه للبقر تعيث في الأرض والأبصار خاشعة والعقل ممتهن في أبشع الصور ما للعقول ما للعقول يشقون من سقر الدنيا إلى سقر تحلقوا حولها غبر ملامحهم وفكرهم في قيود الذل والكدر ما للعقول ما للعقول يا الله وفي الجزيرة من صلى إلى صنم ومن يؤمل كشف الضر من حجر منصوبة عند بيت الله جامدة بلا حراك ولا سمع ولا بصر بلا حراك ولا سمع ولا بصر ما للعقول ما للعقول ما للعقول يا الله حتى إذا بزغ الهادي بدعوته أنار بالوحي يا أيها الناس أتى البرية بالفرقان فانطلقا تبني الحضارة في الأمصار والفكر تبني الحضارة في الأمصار والفكر أطلق العقل من أغلاله فسما لله حرا فيا للعز والظفر لك الفداء عن أذى باغ ومؤتفك لك الفداء بالدماء والسمع والبصر رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول واحدة نقل محمد عليه الصلاة والسلام البشرية من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة
كلمة من عالم الغيب ربك يا با. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه کلمه. به ترجمه، دنباله ترجمه با هم میپردازیم ببینیم به کجا رسیدیم. خب گفتیم که پس یکی از شبهه هایی که در برابر دعوتگران قرار میدن اینه که آقا ما از راه آوجدادمون پیروی میکنیم و این هم خیلی واضح و خیلی روشنه. اون چی که اینجا مطرح میشه اینه که این ادعای اینها یه ادعای واقعا بی ارزشیه. برای گفتن یک سخن، یک مطلب، تو باید دلیل داشته باشی. وقتی اینها دلیل ندارن، حرفی برای گفتن ندارن، نمیتونن اقامه حجت کنن، بهانه‌شون این آقا آب اجداد ما اینجوری رفتن. گفتم یا بهانه میکنن، خب تکلیف اونا چی میشه؟ خب تلک امتون قد خلد لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اون امتی بودن که رفتن دیگه. شما به فکر خودتون باشید. اون امت‌ها قطعاً حالا خوب بودن یا بد مسیرشون رفتن. ما باید مسائل رو بر اساس ادله و دلایل بشنویم و دین خدا هم دینیه که گویا هست، واضح و روشنه. خوب دقت کنید، پس درست نیست که ما بگیم که آقا هر کی ما از راه آب اجدادمون پیروی میکنیم دنبالش راه بیفتیم. اینها دلایلشون خیلی واقعا بی ارزش هست. میتونیم به آیه دیگه از قرآن اشاره بکنیم که البته در ترجمه اونجا من بهتون گفتم، آیه زخرف، سوره زخرف آیه 24، اولو جئتکم، خوب آیه رو داشته باشین، دوباره تکرارش میکنم، اولو جئتکم به اهدا مما وجدتم علیه آبائکم. خب سخن انبیاء علیه السلام این بوده که آیا اون چیزی که ما آوردیم برای شما هدایت یافته تر، روشنتر، واضحتر، دقیقتر از اون چی نیست که پدرانتون آوردن؟ پس این سخنی که ما به راه آبا اجدادمون میریم این سخنی نیست که ما بتونیم بهش اعتماد بکنیم. مطلب رو داشته باشید. اینجا میتونید شما مراجعه بکنید قرآن، دوباره اگه قرآن جلوتون بازه باز کنید سوره مائده آیه 104. ما سعی میکنیم بیشتر دلایل خودمون رو از کلام الله رب العالمین بیاریم تا دیگه برای کسی بهانه‌ای نباشه. کلام خدا دیگه واضح هست و روشن هست، سخن من و ایکس و ایگرگ هم نیست. سوره مائده آیه 104، پروردگار چی میگه؟ و اذا قیل لهم، وقتی به اینها گفته میشه، به مشرکین، کسانی که خلاف مسیر توحید قرار میگیرن، تعالوا الی ما انزل الله، بیایید به سمت اون چیزی که خدا فرستاده، به سمت قانون خدا بیایید، به سمت برنامه خدا بیایید، و الی الرسول، و به سمت پیامبر بیایید. پس ببینید خداوند از ما میخواد که ما به سمت الله بریم، به سمت برنامه الله بریم و به سمت پیامبر خدا بریم صلی الله علیه و سلم، چرا که هدایت در این دو جریان خوابیده برای ما در قرآن و سنت. میگه وقتی به اینها گفته میشه بیایید به سمت خدا و بیایید به سمت رسول، بیایید به سمت اون چه که خدا فرستاده. چون یا کنید واضح اینه، وقتی اون چه که خدا فرستاده چیه؟ برنامه خداست. ما به اون سمت حرکت کردیم، یعنی در اصل به سمت رضایت الله حرکت کردیم و به سمت پیامبر، پیامبرم که تبیین کننده و بیان کننده دستور خدا هست، همون قرآن و سنت. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا، میگن ما رو بسه، ما همون چه که از پدرانمون به ما به ارث رسیده، از نیاکانمون به اون به ارث رسیده، ما رو کافیه، ما نیاز به برنامه شما نداریم، ما نیاز به دعوت شما نداریم. پس وقتی انبیاء علیهم السلام میان دعوت میکنن اینجوری جواب میدن. همین سخن رو در برابر پیامبر صلی الله علیه و سلم زدن. اونها مدعی بودن که ما دارای یک فرهنگ هستیم، دارای یک آیین هستیم، دارای یک ملت هستیم، یعنی که این ملت دارای قانون و برنامه و همه چی هست، ما داریم از اون پیروی میکنیم. همین گفتن ما رو کافیه، ما دیگه نیازی نداریم به اون چیزی که خدای میگه فرستاده، به توی رسول نیازی نداریم، همون گذشتگان ما کافی هست. پروردگار ببینید چقدر جالب جواب اینها رو میده. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، آیا غیر از اینه که پدران اینها هیچی نمیدونستن و هدایت نیافته بودن؟ ببینید خداوند دیگه به خشم میاد، میگه غیر از اینه که این پدرانی که اینا ازش ادعا میکنن ما میخوایم از اونها پیروی بکنیم، ما دنبال راه اونها باشیم، اینها که اصلا هدایت نشدن، اینها که تو گمراهی بودن، شما چون بر مسیر گمراهی اونها میخواد حرکت کنید و این در برابر خدا خودتون قرار بدید، این نشد که.
خیلی عجیبه. به آیه 170 سوره بقره دقت کنید، دوباره این آیه 170 سوره بقره رو داشته باشید. و اذا قیل تبعوا ما انزل الله، وقتی که گفته میشه که بیایید پیروی بکنید از اون چی که الله رب العالمین از بالای آسمان فرستاده، یعنی برنامه و دستور رو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، اینا میگن ای بابا ما پیروی میکنیم از اون چی که از فرهنگ پدرانمون به ما به ارث رسیده، به دست آوردیم، کنکاش کردیم، به دست ما رسیدیم، داریم، ما فقط از راه آبا اجدادمون پیروی میکنیم. خداوند خیلی زیبا جواب میده، اولو کان آبا هم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا غیر از اینه که پدران اینها نه عقل داشتن، نه خرد داشتن و نه هدایت یافتند؟ پس الله رب العالمین با این وضوح و با این روشنی داره به ما نشون میده که این سخن سخن درستی نیست. پس ببینید، یکی از شبهه هایی که مشرکین صد راه توحید قرار میدن اینه که ما میخوایم از راه آبا اجدادمون پیروی کنیم. به این وسیله، به نام تقلید از آبا اجداد، به نام این که ما میخوایم پا تو جای پای پدرانمون بذاریم و بر همون فرهنگی که داریم میخوایم چیکار بکنیم، این مسیر زندگیمون ادامه بدیم و به شما کاری نداریم، به برنامه دینی شما کاری نداریم، به خدا کار نداریم، به رسول هم کار نداریم. همیشه این بوده. الان هم چون میدونید که بالاخره در مسیر گذر زمان اسلام مذهب مذهب شد، فرقه فرقه شد، قوارهای تصوف، قوارهای بدعت، ادیان ساخته شده با نام اسلام شکل گرفتن و این بالاخره به مرور زمان اینها دارای رگ و ریشه شدن، جمعیتشون زیاد شد، در طول تاریخ هم تونستن دیوه 300 400 500 هزار سال حتی برای خودشون ریشه پیدا کنن. وقتی که شما بهشون میگید آقا چرا شما این کارو میکنید، اینها میگن نه آقا ما بر راه آبا اجدادمون میریم، گذشتگانمون میریم، بزرگانمون میریم. ما حق نداریم بر مسیری حرکت بکنیم که در اون مسیر ادله و دلایل روشن وجود نداره. قرآن خدا، قرآن پاک و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بین ما هست و روشن هست. بحث تقلید کورکورانه میاد، بحث این که انسان‌ها بعضی چیزها رو به ارث میبرن، نگاه کنید خب این یک معضل هست. اینی که طرف میگه من میخوام به راه آبا اجدادم برم پدرام، این معضله. یه مطلب دیگه علمی رو خدمتتون نقل میکنیم. دانشمندان اومدن 5 تا میمون رو تو یه قفس قرار دادن، اینها رو گرسنه گذاشتن گرسنه بشن. یه نردبونی در وسط این قفس گذاشتن که این بالای نردبون مقداری موز یا مواد غذایی گذاشته بودن. خب میمونا وقتی که در وارد این قفس شدن دیدن بله اونجا موز هست، رفتن شروع کردن موزها رو خوردن. اینها با آب سرد سعی کردن نذارن همه میمونها برن بالا. اول که رفتن همه تست کردن، دیدن بله اون بالا مواد غذایی هست، میتونن بخورن، از نردبون برن بالا، غذاشون رو بردارن بخورن و از گرسنگی نجات پیدا کنن. بعد دانشمندان اومدن چیکار کردن؟ اومدن کاری کردن که هر کی میخواست از نردبون از این میمونا بره بالا غذا بخوره، بقیه رو با آب سرد شکنجه میدادن. اینها اذیت میشدن. خب 4 تا از این میمونا رو با آب سرد اذیت میکردن و اون یک دونه میمون رو میذاشتن بره بالا غذا بخوره. یک کمی که این جریان گذشت، این میمون ها مخالفت کردن، فهمیدن که آقا این وقتی میخواد بره غذا بخوره اینا باید شکنجه بشن، اذیت بشن. این بود که مانع از این میشدن که این بره غذا بخوره و این امر دیگه کاملا جدی شد، دیگه میریختن سرش و این حسابی میزدن، نمیذاشتن اصلا اون بره بالا. و تقریبا این عمل رو چند بار اینا تکرار کردن تا برای میمون‌ها این تبدیل به یک ملکه شد. بعد اومدن یکی از این میمون‌ها رو برداشتن، همون میمونی که مثلا میفرستادن بالا، اونو برداشتن، به جاش یه میمون جدید آوردن تو این قفس. خب این میمون جدید می‌خواست بره بالا غذا بخوره، همه این میمون‌ها پریدن سرش و نذاشتن این غذا بخوره. چند بار که سرش پریدن دعوا شد، دیگه این نرفت. کم کم یکی یکی این میمون ها رو عوض کردن و دیدن همین اتفاق افتاد. تا آخر هر 5 تا میمون رو عوض کردن، یعنی تو این قفس 5 تا میمون جدید اومد و اون 5 تایی که در قبل بودن و تجربه کرده بودن اون شکنجه و آب سرد رو و اون غذا رو بالای نردبون، دیگه نبودن تو قفس. مشاهده کردن که بله
دیگه هیچ کدوم از این میمون ها نردبون بالا نمیرن و اگر میمونی هم دوباره تو این قفس بیارن نمیذارن بره از نردبون بالا و بعد میفهمی نباید بره بالا. یعنی یک عادت در بین اینها به صورت تقلیدی شکل گرفت در واقع. متاسفانه بشریت هم دچار همین معضل هست، همونجوری که خدمتون در مورد داستان اون قریه اون روستا گفتم براتون که چگونه اینها بر خرافاتی از پدرانشون بر جا مونده بود خودشونو به نابودی و هلاکت انداختن. حالا یه سوالی پیش میاد، آیا همه پدران آبا اجداد ممکنه بد باشن؟ نه نیستن. انبیاء علیهم السلام هم جزو آبا اجداد ما هستن، صحابه هم جزو گذشتگان ما هستن، بلکه پیروی صحیح درسته، پیروی ناصحیح غلطه. خوب دقت کنید، پیروی صحیح تا نه تنها درسته بلکه پسندیده هم هست. شما به آیه 38 سوره یوسف دقت بکنید، آیه 38 سوره یوسف و تبعت و یوسف اونجا وقتی تو زندان قرار میگیره در برابر اون افرادی که هستن تو زندان، اونا میگن بیا خواب ما رو برای ما تعریف کن. اول یوسف علیه السلام میاد اینها رو آموزش توحید میده، بعد خوابشون رو تعبیر میکنه. اینجا در ضمنی که اون آموزش توحید داره میده میگه آقا من واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من از آیین و روش و دین پدران خودم که ابراهیم علیه السلام باشه، اسحاق علیه السلام باشه، یعقوب علیه السلام باشه، من از آیین روش اینها پیروی کردم و میکنم. ما کان لنا، نیا کنید رو نشون میده پیروی از آبا اجداد شرطش همین توحیده. ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، سزاوار ما نیست، شایسته ما نبوده، شایسته اجداد ما نیست که ما برای الله در چیزی شریک قرار بدیم. پس پیروی از آبا اجدادی که بر مسیر حق بودن و توحید بودن نه تنها زشت نیست بلکه پسندیده هم هست، خوبم هست. نگاه کنید آیه 21 از سوره طور. بعضی از دوستان میگن آرامتر صحبت کن، چشمن سعی میکنم آرامتر صحبت کنم، میگن ما مینویسیم بتونیم مراجعه کنیم به قرآن. سوره طور آیه 21، خداوند متعال ببینید چی میگه. والذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن، و تبعتهم ذریتهم، و پیروی کردن از اونها فرزندانشون، یعنی از مسیر ایمان، به ایمان، اون هم بر اساس ایمان، بر اساس آگاهی، به خاطر ایمان که اونها هدایت یافته بودن، چون ایمان آورده بودن، اینها هم از همون مسیر ایمان، همون برنامه، به خاطر ایمانشون چیکار کردن؟ پیروی کردن. الحق نابهم ذریتهم، خب ما این فرزندانشون هم به اونها ملحق میکنیم، یعنی تو همین کاروان سعادت و خوشبختی داریم دیگه. در اونجایی که خداوند در مورد مهاجرین انصار میگه و سابقون الاولون من المهاجرین و انصار و الذین تبعوهم به احسان، اونهایی که پیروی میکنن از مهاجرین انصار به نیکی، خداوند از اونها اعلام رضایت و خوشنودی میکنه و اونها رو بهش وعده بهشت میده. پس این تبعیت و پیروی از ایمان و توحید و راه صالحان چیز درستیه. تبعیت از اون فرهنگ و آیین و روشی نادرسته که شما رو به سمت شرک، شما رو به سمت گمراهی، شما رو به سمت عدم ایمان میبره، به سمت چیزی میبره که در قرآن و سنت وجود نداره. نگاه کنید، مشرکین خیلی سعی میکنن این شبه رو تو ذهن تو دلا بیارن، چون به افراد، به پدرانشون، پدر بزرگاشون، آبا اجدادشون براشون خیلی مهمه، فرهنگشون براشون خیلی مهمه. من نمیتونم آخه بعضی چیزها رو بگم. همین امروز متاسفانه من مطلبی رو دیدم در یکی از این کشورها، چی بگه آدم، خب بعضی کلمات نمیشه، اینها اینقدر آیین عبادیشون زشته که از آب و اجدادی به اینها رسیده که حتی دختران و پسرانشون میرن مثلا به یک سری بت‌های از اعضای بدن انسان که زشت‌ترین اعضا بالاخره از نظر چیز هست دیگه، چی میتونه آدم بگه، میرن تبرک میجوین. تو این فیلم نشون میداد تو شبکه ماهواره‌ای که دست میزدند و خودشون تبرک میکردن، میگفتن پدران ما این کارو کردن، اجداد ما این کارو کردن و این به ما به ارث رسیده و ما این رو خیر میبینیم و اینو برکت میبینیم. ببینید عقل و خرد وقتی نیست، وقتی تو میخوای از مسیر اشتباه گذشتگان خودت پیروی کنی، دیگه نجات نداری. مثل همون جریان اون میمون ها تو قفسه، خیلی وضعیت بد میشه. الان شما نکنید این اتفاق در مورد انبیاء علیه السلام در مورد همه‌شون افتاده، تنها محمد صلی الله علیه و سلم با این مشکل شبه مواجه نبوده. نگاه کنید وقتی نوح علیه السلام اینها رو دعوت کرد، ببینید با چه مضمونی قوم خودش رو دعوت کرد. یا قوم اعبدوا الله،
ای قوم من فقط الله رو عبادت کنید، فقط از الله روزی بخواید، فقط از الله شفا بخواید، فقط برای الله سجده بکنید، فقط برای الله عبادت خودتون رو قرار بدید، نذر و نیازتون رو. وقتی نوح این حرف رو زد، مالکم من اله غیره، چرا شما به سوی معبودان دیگه میرید؟ چرا اینو اونو واسطه میکنید؟ چرا خودتون رو سرگردون کردید؟ برای خدا هماورد و مشابههایی قرار دادید. این سخن نوح علیه السلامه. افلا تتقون، آیا نمیخواید از الله بترسید؟ آیا نمیخواید تقوا پیشه کنید؟ آیا نمیخواید خوب بشید؟ به راه راست برید؟ ببینید بحث ملع، مطرف، همین کلماتی که دارم میگم که همون گروه ثروتمند در ناز و نعمتی که غالبا یه بخشش برای حفظ منافع خودشونه، چون متاسفانه وقتی جامعه توحیدی نیست یه گروه در رأس قرار میگیرن و ملت بیچاره رو میدوشن. فقال الملع الذين كفروا من قومه، این ثروتمندان، این گردن کلفتان، این اشراف، این تعیین کنندگان سرنوشت اون قوم چی میگفتن؟ ما هذا الا بشرون، بابا این نوح که یه آدمی بیشتر که نیست، یه آدمی مثل بقیه. ما هذا الا بشر مثلكم، یه آدمی مثل شما. یرید ان یتفضل علیکم. ببینید اصلا تو این آیات، آخه من میگم حالا نویسنده عنوان یه شبهه آورده، شبهه رو شبهه میاد. یکی از شبهاتی که برای دعوتگران میگن آقا اینها میخوان خودشونو بر شما برتری بدن. یرید ان یتفضل علیکم، نوح میخواد توسط این که آقا من پیغمبر خدا هم خودشو برتر از شما قرار بده، در جایگاه بالا قرار بده، که شما بگید دست گل محمدی، به شهر ما خوش آمدید، شما برید دستشو ببوشید، پاشو ببوسید و ثروتتون اینها رو در اختیارش قرار بدید. نوح میخواد شما رو فریب بده. حالا میگم از یه نکته میخوام بگم، نکته دیگه تازه میرسیم. این آیات نشون میده، البته میگم در بسوره شعرا، البته من این نکته رو داشته باشید، فراموش نکنید تا این رو بگم، دعوت انبیا علیهم السلام بر اساس عدم مزد و پاداش مقامه. در سوره یاسین نگاه بکنید، اون جایی که اون شخص میاد دعوت میکنه، میگه آقا این پیامبران سه تا اومدن دارن مردمو میگن بیایید به راه حق بیایید، خدا میگه فعززناهم بسالسن، با سومین پیامبر ما اینها رو حمایت کردیم، میگه و جاء رجل من اقصى المدینه، یک شخصی اومد بالاخره از یه گوشه با تلاش اومد، گفت یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسالكم اجرا، ای قوم من از پیامبران پیروی کنید، از کسی که از شما در برابر این دعوت مزد نمیخواد، مقام نمیخواد، شهرت نمیخواد. زمینی که خداوند داره میگه به دعوتگران میخواد بگه که در مسیر دعوت باید از همه اینها بری باشید، چرا که اولین شبهه‌ای که میارن جلوی راه دعوت میذارن اینه که این افراد میخوان پول بگیرن، این مقام بگیرن، شهرت بگیرن. مثل این آقایون، نرید دنبال خمس، نرید دنبال زکات، نرید دنبال اینکه بالای مجلس بنشینید، نرید اینکه دستتون رو ببوسن، چرا که اگر این مسیر رو طی کنه یه دعوتگر که خودشو بخواد بزرگتر از بقیه جلوه بده، خودشو تزکیه بکنه، بگه من بهترم، من عالمترم، من فهمیده ترم، بقیه بدید تبعیت از من بکنید، بالای مجلس مال من. شما در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارید بالای مجلس بشینه، در زندگی رسول الله ندارید که صحابه بیان یه غریبی وقتی بیاد ایشون تشخیص بده. بسیاری از اوقات می اومدن ابوبکر صدیق رضی الله عنه رو به جای رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم اشتباهی می گرفتن. برای اینکه طبیعت دعوت باید به گونه ای باشه که افراد فکر نکنن اون دعوتگر خودشو بزرگتر میخواد نشون بده، عالمتر، با تقواتر، فلانتر، تا بتونه یه سری امتیازات مادی و معنوی به دست بیاره. این یه هوشیاری باشه، چرا که اگر این کار نشد این خودش سد راه دعوت حق میشه، و نه تنها سد راه دعوت حق میشه بلکه خودش یک مانع هست، خودش یک عامل بازدارنده ای میشه که جلوی مسیر دعوت کلا گرفته خواهد شد. بله اونا میگفتن آقا این نوح اومده میخواد مثل شما انسان معمولیه، ولی میخواد چیزهایی به دست بیاره، بالاخره مقام و شهرت و ثروت و فلان. ولو شاء الله لانزل ملائکه، اگه خدا میخواست که یه فرشته برای ما میفرستاد که حداقل ما باورمون بشه یه چیزی اضافه داره نسبت به بقیه، که اول اینجا نشون میده که خداوند اگه کسی رو میفرسته بعد مثل خود مردم باشه. حالا نکته تو این دنباله آیه هست، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما اصلا نشنیدیم تو پدرانمون، تو گذشتگانمون که بگن آقا یکی اومده باشه مثلا بگه من از جانب خدا دستوری آوردم فلان. نشون میده که این وابستگی به اندیشه ناصحی و خرافات فامیلی و آب اجدادی یکی از موانع بزرگ سد راه دعوته. انبیاء علیهم السلام همه با این موانع گیر کردن. این آیه نگاه کنید، آیات 23-24 از سوره مؤمنون هست، آیات 23-24 از سوره
مؤمنون هست. پس اینها تفکر و آثار پدران خودشون رو مانعی قرار میدن برای سد راه دعوت. همینجوری در مورد قوم صالح علیه السلام ما داریم. وقتی قوم صالح میاد در بین اینها، اینا چی میگفتن؟ یا صالح و قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، تو قبل از این نزد ما خیلی آدم، ما امید خیر بهت داشتیم، امیدوار بودیم، فکر میکردیم تو آدم فهمیده‌ای هستی، تو آدم عاقلی. اولا نشون میده یه دعوتگر باید امین باشه، دعوتگر باید مورد احترام و محبت مردم باشه. نمیشه شما یه دزد و کلاهبردار بیاد دعوتگری بکنه. پس این مخصوصا انبیا علیهم السلام و دعوتگران هم به دنبال اونها. میگن خب ما نسبت به تو گمان خیر داشتیم، تو چی شدی حالا اینجوری شدی قبل از این؟ اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آیا تو ما رو منع میکنی از عبادت و روشی که پدران ما انجام میدادن در پرستش بت‌ها و نذر و نیاز و شفاعت و اینجور چیزها؟ پس ببینید، پس صالح علیه السلام و انبیا دیگه هم در این مورد وجود داشتن و میدونستن این مسیر در جلوشون سد راه ها میاد. در مورد ابراهیم علیه السلام، حالا میگم وقت کم، من هی به ساعت نگاه میکنم میبینم وقت کم، میخوام سریع تموم کنم. حالا آیات هست، من نمیتونم چی بگم. مثلا در سوره شعرا آیه 74 خوب داشته باشید، اونجا خداوند میگه قال هل یسمعونکم اذ تدعون. اونجا ابراهیم علیه السلام به قومش میگه، میگه وقتی اینا شما دعا میکنند آیا میشنون این بت های شما، این زیارت های شما میشنون؟ او ینفعونکم او یضروکم، او ینفعوکم او یضروکم، آیا به شما سود میرسونن، آیا میتونن بهتون ضرری برسونن؟ خدا رحم کنه. اونا چی میگن؟ قالو بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. در جواب ابراهیم میگفتن ما پدرانمون دیدیم این کارو میکردن، خب ما هم این کارو میکردیم. پدر بزرگ من میرفت از آقای امام رضا شفا میگرفت، میرفت کربلا شفا میگرفت، میرفت نجف شفا میگرفت، میرفت پیش شیخ عبدالقادر گیلانی شفا میگرفت، میرفت پیش امامزاده پنجشنبه شفا میگرفت، میرفت شب عبدالعظیم شفا میگرفت. پدرانمون این کارو کردن، ما هم همین کارو میکنیم. بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. اونا در جواب ابراهیم میگفتن که بله پدرانمون رو دیدیم که این کار رو انجام میدادن. خب خداوند خیلی جالب میگه قال افرایتم ما کنتم تعبدون، نمیبینی شما داره چی رو پرستش میکنیم؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، شما و پدرانتون این کارو کردید. فانهم، ابراهیم میگه فانهم عدو لی الا رب العالمین، همه اینها دشمنان منن مگر الله رب العالمین. پس در برابر شرک اینجا سازش وجود نداره، در برابر شرک مداهی و تملق وجود نداره، بلکه ابراهیم علیه السلام در دعوتش به صراحت میگه این آیین شما، این رفتار شما، این رفتار پدران شما، این بت‌های شما همه دشمنان من هسته. خب مطالب خیلی واضح و روشن هست. وقتی فرعون در برابر موسی علیه السلام قرار میگیره چی میگه؟ اونجا وقتی موسی داره میگه که مثلا آیات قرآن رو داره ذکر میکنه که اینجوری شد، خداوند میگه اینجوری شد اینجوری شد، چون وقت محدوده، فرعون میگه فما بال قرون الاولا، خب پس تو میگه تحریف گذشتگان ما چی میشه، قبلی ها به کجا میرن؟ گفتم دیگه تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اونها امتی بودن اومدن رفتن. ببین موسی علیه السلام خیلی جالب میگه قال علمها عند ربی، امت های گذشته علمش نزد پروردگار، نزد من موسی که نیستش. این در ربی فی کتابه، در یک کتابی فی نزد خدا اینها همه ثبت شده است توی پروندی، لا یدل ولا ینسا، نه خدا گم میکنه اونها رو نه خدا فراموش میکنه. فتلک امه قد خلت لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، مشابه همین برنامه هست. پس ببینید این نکته وجود داره. مشرکین عرب هم در برابر محمد صلی الله علیه و سلم هم همین حرفو میزدن. وقتی پیامبر بهشون میگه قولوا لا اله الا الله، اونا میگن ما سمعنا بهذا فی ملت الاخره، ما نشنیدیم مثل این چیزی که تو میگی در ملت های گذشته در اقوام دیگه. ان هذا الا اختلاق، جزی که دروغ و کلک و میخواد سر ما فریب بده، چیز دیگه این نیست. پس این سخن رو داشته باشید. یکی از مهمترین موانعی که معمولا وجود داره در برابر دعوت توحید اینه که افراد به آبا و اجدادشون نسبت میدن. قرآن الله رب العالمین اینو نفی میکنه و از ما میخواد بر مسیر توحید قرار بگیریم، بر مسیر عقل و دانش و فکر و خرد قرار بگیریم. پس نمیتونیم ما از زیر عذاب الهی به نام پیروی از آبا و اجدادمون چیکار کنیم؟ رهایی پیدا بکنیم. از خدا بخوایم که به ما عقل بده، خرد بده، اندیشه سالم بده، قلب پاک بده، که انشالله بتونیم به سعادت برسیم و از کلام خدا استفاده بکنیم. تا هفته آینده همه شما رو به الله رب العالمین میسپرم. امیدوارم خوشبخت، سعادتمند و پیروز و سربلند باشید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. آمین.
كلمة من عالم الغيب رب.